بعد از اون که امیر مهدی ژوله طنزپرداز و فیلمنامه نویس در یک پست اینستاگرامی از تجربهش با سانسور صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشت، شماری از اهالی هنر و قلم با هشتگ من و سانسورچی به بازگو کردن تجربیات مشابهشون پرداختن. آقای ژوله در بخشی از مطلبش نوشته بود سر سریال برره یکی از اشکال پخشایی که برای ما پیش اومد این بود که چرا حجم گوش شقایق دهقان از زیر روسری معلومه؟ توجه کنید، گوش نه، حجم گوش. و ما هیچ وقت نفهمیده بودیم دوستان چه عنصر تحریک کننده‌ای توی حجم گوش یک بازیگر از زیر روسری کشف کرده بودن، یا وقتی که به گوش فکر می‌کردن دقیقاً به چی فکر می‌کردن. امیر مهدی ژوله چند روز پیش برای اولین بار این پست رو منتشر کرد، اما هشتگ من و سانسورچی همچنان در شبکه‌های اجتماعی داغ و کاربران عادی هم به اون پیوستن. از جمله این فیلم از میترا حجار در همین باره به طور گسترده منتشر شده. سلام، در ادامه پست آقای ژوله هشتگ من و سانسورچی خواستم بهتون نشون بدم که گوشه ما رو اینجور چسب میزنن که اینا خدا نکرده دیده نشه گوشا. بکنم بهتر بود میذاشتیم هشتگ گوش و حالا باید این چسب رو بکنیم. علاوه بر میترا حجار، چند بازیگر زن دیگر سینما و تلویزیون هم به این چالش پیوستن، از جمله پرستو صالحی و شبنم فرشادجو. خانم صالحی در توییتر نوشته زمان ضبط سریال زیر آسمان شهر قایم کردن این حجم از گوش زیر روسری به طوری که موجب تحریک اذهان عمومی نباشه ماجرایی داشت در اتاق لباس، به طوری که بعد از اتمام فیلم برداری اون سریال بنده گوشها رو سپردم به تیغ جراحی که بلکه بخشی از صور قبیحه کم شود. شبنم فرشادجو هم گویا با قبقبش مشکل داشته. ببینید دوستان عزیز، با توجه به پست آقای ژوله این الان خیلی بده، قبقب معلومه، باید سفترش هم بکنیم. مال زمان خواجه سرخان داره زحمت اما تیغ سانسور تنها گریبان خانوم‌ها رو نگرفته. پدرام سلطانی نوشته من و سانسورچی مرا به یاد داستان صدا و سیما با عنصر نامطلوب کراوات می‌اندازد. در مواقع نادری که مصاحبه تصویری با من انجام می‌شد اینقدر تصویر رو کلوزآپ می‌کردن که احساس می‌کردم دماغم از صفحه تلویزیون زده بیرون. کاربری با نام مستار پریشان خاطرم نوشته من و سانسورچی ثابت کرد که ما در تولید بیماران جنسی به خودکفایی رسیدیم.